من شفیقه حبیبی هستم، گوینده سابق اخبار ساعت 8 شب رادیو تلویزیون ملی. سمت در مکتب بودیم، داود خان رئیس صدر اعظم مقرر شد. با مو اساس به مکتب ملالای هدایت داد و مدیره که شاگردانی که در زبان دری لایق هستن و استادایشان تایید میکنن که اینا مثلا آواز خوب دارن یا گویندگی خوب دارن، اونا رو معرفی بکنن. که من هم در اون جمله بودم. تقریبا 7 یا 8 نفر رفتیم به رادیو کابل وقت در پل باغ عمومی. ما اول در این تعمیر پل باغ عمومی این نظر رو فهمی بسیم که حبیبی ما پدر این رو مشوره نکردم. وقتی پدر خبر شد بسیار عصبی شد، گفت که مرا پیش خیش و قوم شرمنده میسازی وقتی که فکر میکنم که تو همراهی سازنده رفتی سازنده شدی. من گفتم نه سازنده نشدیم، من اتاق شدیم. اما صدای زن پیش از ما برآمده بود، پیش از ما هم خانم لطیفه کبیر سراج همراه چادری آمده بودن، ولی ما که رفتیم ما بدون چادری رفتیم، چون چادری در اون وقت داود خان وقتی که آمد چادری را امر کرد که باید تا حد امکان کوشش کنیم که پس شویم. ولی باز یک وقت شد که باز هر جایی که تعریف میکردن باز بابای میگفت که آیی دختر ماست. بسیار خوش بود از اینکه دخترش مردم تعریف میکنن که به تلویزیون است. چون شوهر خودم از ما خود مطبوعات گرفتم، هر دو یک جای شدیم، هر دو ژورنالیست بودیم، این باعث شد شاید بیشتر که من تقریبا 35 سال گویندگی کردم. شاید بیشتر گویندگی میکردم اگه طالبان هم نیامد. فقط وقتی که طالبان آمد باز ما را به خانه شد. باز بعد از او که خواهش کردن گفتم نه دیگه نمی کنم. مثلا عنایت شریف شاگرد ما بود که او نیز بیرون است، اما بچه بسیار لایق است، ولی هم گویندگی میکنه در امریکا. سنگر و پشتو قلاتوال که ولی سناتور است، اینا از شاگردان ما بودن. به زبان پشتو داره هر دوشه کار میکنم. دیگه بعضی های دیگه هستن که متاسفانه اونا حال ما هم نمیفهم که کجا هستن. ما چون اکثرا در اخبار بودم با موقع درس هایی که من میدادم برای شاگردا میگفتم که یک نطاق اخبار مثل یک دیپلمات است، بخاطر که او تمام مسائل سیاسی را همین الان بر شما عرضه میکنه، این زبان سیاست گپ میزنه. باز من میگفتم که وقتی که ما هم نطاقی میکنیم باید لباس ما بسیار لباس مناسب و خوب باشه، یک کرت دامن بسیار خوب با رنگ بسیار مناسب، چون ما هم تقریبا پوزیشن یک دیپلمات داریم. روز زن من بر تمام خانواده ها پیام میتونم که کسانی که پیام من رو مشنوند یا میخوانند در اخبار شما، که مادر خدا و همسر خدا و خواهر خدا و حتی دختر خدا در این روز تجلیل کنند، یه ایچنی یک شاخه گل برش ببرن اقلا و نازش بتن و بگوین که اگر تو نمی بودی زندگی نمی بود و تو هستی که ما هستیم مادر. این بسیار مهم است. امروز روز خوش میشم یک لبخندی که به لب از او بیاید یک جهان قیمت داره. سازد چیم؟